هستم، مجید حیدری، و این ویدیو رو که معرفی مجلات علمی پژوهشی درباره هنر هست، هم برای دانشجویان خودم و هم برای دانشجویانی که ممکنه در زمینه هنرهای تجسمی فعالیت بکنن پر میکنم. من از این وبسایت شروع میکنم، وبسایتی که مخصوص خود وزارت علوم و علوم تحقیقات و فناوری هست. من در آدرس journals.msrt.ir هستم، قسمت پورتال نشریات علمی، و از اینجا از قسمت جستجو و قسمت هنر رو انتخاب کردم، هنر و معماری و بعدش هم هنر. نشریاتی که به من داده تقریبا یک صفحه از 14 تاست که همش هم به هنرهای تجسمی محدود نمیشان، هنرهای نمایشی رو هم داره، مثلا پژوهش هنر هست مال دانشگاه اصفهان، جلوه هنر مال دانشگاه الزهرا، رهبویه هنر یا هنرهای تجسمی که خاص دانشگاه سوره است، این گلجام که خاص انجمن علمی فرش ایران، مبانی نظری هنرهای تجسمی که مال انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران هست که بدون ارزیابی، البته حالا من زیاد ندیدم ازشون مقاله، از این مبانی نظری هنرهای تجسمی، مطالعات و هنر اسلامی هست که حالا یکم رتبهش پایین تره نسبت به اونای دیگه، و بعد نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر، نامه هنرهای نمایشی و موسیقی بازم دانشگاه هنر، نگره که مال دانشگاه شاهده، هنرهای تجسمی که مال دانشگاه تهرانه، هنرهای نمایشی و موسیقی و کیمیای هنر هم که مال پژوهشکده یه هنر در واقع هنر هست که حالا ارتباطی با اون پژوهشکده یه هنر دیگه هم داره، فرهنگستان هنر منظورم است، بله، که زیر نظر همون فرهنگستان هنر هست. از اینجا شما انگار میتونید همه اون نشریاتی که مربوط به هنر هست و علم رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم رو کسب کردن در اینجا ببینید. من در یک فیلم مجزا دقیقا همین جورنال ها یا مجلات علمی یا در زمینه زیبایی شناسی و هنر رو که به انگلیسی هستن هم برای شما توضیح خواهم داد. پس از این سایت، از سایت پورتال نشریات علمی، من به لیستی از این مجلاتی که مد نظر خودم هست دست پیدا کردم. اگر اینو ببندم و یک به یک این مجلات رو با هم مروری داشته باشیم، ظاهر مجلات علمی پژوهشی معمولاً یکی از همون ظاهری است که وزارت علوم از اونها میخواد. معمولاً خب یک صفحه اصلی هست، درباره نشریه قسمت مهمیه، درباره نشریه معمولاً، حالا اگر مجله فارسی باشه برای شما گفته که مثلا مجوزهاش رو کی گرفت و اخذ کرد و از این بابت، و همچنین باید هم در همین قسمت درباره نشریه اصطلاحاً اسکوپ کارشون رو یا پرسپکتیو کارشون رو یا زمینه کاریشون رو هم نوشته باشن، اینجا که الان اینجا نوشته. خب این درباره نشریه هست، آخرین شماره حتما یه قسمتی شما دارید با آخر نام آخرین شماره، و بعد آرشیو مقالات که تمام نسخه های یا شماره های اون مجله اونجا آمده است و شما میتونید اکثرشون هم تا جایی که من میدونم رایگان در اختیار شما قرار میدن، حالا به خصوص الان کیمیای هنر اینجا رایگانه. خب جستجو، ثبت نام، ارسال مقاله داره، ولی خب قبل از اینکه بخواید مقاله ارسال کنید باید حتما این قسمت رو مورد بررسی قرار بدید، یعنی راهنمای نگارش مقاله، یا ممکنه اسمش اومده باشه شیوه نامه تنظیم مقاله. در اینجا گفته که ارجاعات درون متنی، فهرست منابع چجور باید تنظیم بشه، قسمت‌های مقاله چیا باید باشه. از نکات دیگه‌ای که در همین صفحه اصلی باید میتونید بهش دقت بکنید همین هست که ببینید آیا اینجا من الان باید جایی در مورد داورهان نوشته، در مورد هیئت تحریریه هم باید جایی نوشته باشه، بله، اعضای علمی و اجرایی. این هم خالی از لطف نیست که بدونید چه کسی
سردبیرش هست، مسئولش هست. اینجا مدیر مسئول آقای دکتر عبدالحسین لاله، سردبیرش آقای بلخاری و دبیر هیئت تحریریه هم دکتر مجید پروانه پور هست. تو تحریریه‌اش آقای اسلامی، بلخاری، آژن، مختابات، نامور مطلق، اعوانی، پرتوی، دستان و طهوری و اخوان اقدام هستند. خب این که البته فصلنامه علمی مؤسسه آموزش عالی فردوسه که داره سعی میکنه علمی پژوهشی بشه. باید بدونید که اگر یک مجله علمی پژوهشی تونست کسب بکنه از وزارت علوم، یعنی استانداردها رو بهش برسه، هر مقاله هم که قبلا در اون مجله به چاپ رسیده اونو هم علمی پژوهشی حساب خواهند شد. دوباره درسته اینجا هم یک خانه هست، مرور هست که شماره جاری و اطلاعات نشریه، این قسمت همون که گفتم درباره نشریه و اهداف و چشم‌انداز، اینجاست که گفته موضوعاتی که این نشریه میخواد بهش بپردازه چیا هستند. حتما اینجا رو اول باید نگاه کنید که ببینید آیا به موضوع مقاله شما میخوره یا نه. بعد چیز دیگه ای که میتونید نگاه بکنید راهنمای نویسندگان است که اینجا هم الان راهنمای نویسندگان داریم. باز همین اینجا گفته ارجاعات درون متنی و فهرست منابع، جداول، تصاویر، اینو هم کدوم باید چطور تنظیم بشه و ارسال بشه. حتما اینجا هم باید جایی داشته باشیم با اینکه عنوان آخ شماره جاری، بله شماره جاری داریم و حتما شماره پیشین هم خب تا حالا یک دوره ازش در اومده. صاحب امتیاز مؤسسه آموزش عالی فردوس، مسئولش حمید کارگر، دبیرش شادلو و تحریریش هم بهزادی، دیباج، بله همینطور، بله. نشریه علمی پژوهشی هنر من کمتر باهاش کار کردم، ولی یکی از کارهایی که میتونید خوب انجام بدید بلافاصله این که ببینید شماره جاریش کی بود. الان این شماره جاری 9399 دوره 10 شماره 19 نشون میده که چقدر منظم کار میکنه اون مجله، چقدر درست کار میکنه. یکی از قسمت‌های مهم یک مجله این هست که اون مجله در چه پایگاه‌هایی داره نمایه میشه. خب الان ببینید اینجا الان خوب این الان این مجله گفته در چه سایت هایی داره، مثلا ISC، SID، احتمالا نورمکس، فیسبوک، توییتر، اینا همه اینجا داره نمایه میکنه، گوگل اسکالر، اینا داره نمایه میکنه. هرچی در واقع در پایگاه های نمایه سازی بیشتری یک مجله نمایه بشه یا اصطلاحاً ایندکس بشه، به این معنی هست که ارتباطات بیشتری رو ایجاد میکنه و احتمال این که مقاله شما خوانده بشه بیشتر هست. مهمترین پایگاه نمایه کننده اینجا الان بود گوگل اسکالر، SID، ISC و نورمکس و مگیران. میگم یکی شاید از مهمترین مؤلفه‌ای که شما تصمیم بگیرید مقاله رو کجا چاپ بکنین همین پایگاه نمایه کننده است. خیلی مهمه که یک مجله ای فعال باشه در پایگاه‌های نمایه سازی. حتی گاهن می‌بینید یک مجله علمی تخصصی بهتر از یک مجله علمی پژوهشی در پی نمایه سازی، نمایه کردن مقالاتش هست، ارجاعات رو بیشتر میکنه. خب میگه من دوباره پس همون قسمت های قبلی باید اینجا باشه، اطلاعات نشریه. این درباره نشریه به ما میگه که این نشریه هدفش چیه و چه موضوعاتی رو بیشتر مورد نظر خودش قرار میده، که اینجا صاحب امتیاز هم دانشگاه هنر، مدیر مسئول خانم ناظری و آقای حسینی و اینجا مجوزهاشو نوشته. برای نویسندگان باز دوباره راهنمای نگارش مقاله داره و همونجور فرم ارسال. هیئت تحریریش رو یک نگاه بکنیم، بعد نیست، خالی از لطف نیست که هیئت تحریریه رو نگاه بکنیم. پرتوی، جوانی، حجت، حسینی،
مسعود ناظری و یاران. مجله بعدی مجله فصلنامه علمی جلوه هنر هست. حالا علمی که میشه، حالا فکر میکنم یکم از نشریه علمی پژوهشی رتبهش از لحاظ وزارت و علوم میاد پایین. حالا وقتی مجلات یا جورنال های خارجی رو با هم مرور کنی، متوجه میشید که اصلا در کشورهای دیگه نی برای راه اندازی یک مجله علمی نیازی اصلا به مجوز نیست و در واقع نهادهای دولتی دخالتی ندارن، بلکه اون پایگاه، یک هر کسی میتونه مجله علمی خودش رو راه اندازی کنه، اما اون پایگاه های نمای سازی و ایندکسینگ هستن که میان استانداردها رو چک میکنن و اگر یک مجله اون استانداردها رو داشته باشه در اون سایت خودشون نمایه میکنن که در واقع یک نوع اعتباره برای اون مجله. ضریب تأثیر هم داره، البته ضریب تأثیرش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. ضریب تأثیر این که به زبان خیلی ساده نشون میده که چقدر مقالات این مجله خوانده میشه. اینجا صاحب امتیاز دانشگاه الزهراء خانم طوسی، ابوالقاسم داور، قزوینی طاووسی، خانم سودابه صالحی، خزائی کاشانی، کاشفی، بله. و اینجا نوع داوری هم خب داوری معمولا داوری ها مخفی هست، اصطلاحا پیر ریویو باید باشه، یعنی دو تا داور حتما بدون این که بدانند این مقاله برای کیست اون مقاله رو داوری کنن و نظر خودشونو بگن. اینجا هم ببینید دوباره این قسمتی که الان گفته در کجاها، در چه پایگاه های نمای سازی این مقالاتی که این مجله در دسترس قرار میگیره، که گوگل اسکالر، آی اس تی، نورمکس، مگیران، پورتال جامعه علوم انسانی، هم سایت انسان دتایار، پایگاه بین المللی نشریات اوپن اکسس، دوجا. پایگاه های نمای سازی بسیار هستند که حالا تو اون فیلم دیگه، تو اون ویدیو دیگه کمی بیشتر در موردشون توضیح میدیم و در علوم مختلف و با درجات اعتبار مختلف. اما ضرورتا یک مجله فقط با اون جایی که یا اون وبسایت یا پایگاهی که نمای میشه اعتبارش سنجیده نمیشه. مسائل دیگه ای هم هست که حالا به تدریج با هم دیگه در یک ویدیو دیگه ای بررسی خواهیمش کرد. اینا پایگاه های اطلاع رسانی، پایگاه هایی هست که این مجله در اون نمایش. مجله بعدی رهپویه هنر، فصلنامه علمی هنرهای تجسمی است. اینم پس رتبه علمی پژوهشی نداره. ارسال مقاله، پیگیری مقاله، داوران شما. باز دوباره یک مسئله ای که تعیین میکنه که ما مقالمون رو به کدوم مجله بدیم که شانس پذیرشش بیشتر باشه، همین هست که هم چک کنیم مقالات قبلی که در این مجله به چاپ رسیدن چه نوع مقالاتی هستن، هم روی کرد کلی مجله. اگر مجله روند داوری سالمی داشته باشه بدون در نظر گرفتن مسائل جانبی و حاشیه‌ای، خب اون مجله قاعدتاً حداقل میتونید به نتیجه داوریش اعتماد بیشتری بکنید. اینجا الان میبینید این فصلنامه رهپوی گفته در بانک اطلاعات نشریات مگیران نمایه میشه، یعنی دیگه در اون نورمکس نبود، نورمکس نیست و ببینید مثلا فقط یک جا دارن نمایه میشه. خب این پس از لحاظ نمایه شدن کمی، آره، نورمکس هم نمایه میشه، مگیران هم نمایه میشه، سامانه جامعه رسانه های کشور هم نمایه میشه. خب سردبیر رو نمیذار به امتیازش که سوره هست، مدیر مسئولش هم آقای سایی و سردبیرش آقای آژند، افشار کامران افشار مهاجر هم هست اینجا، افضل توزی هست، بنی اردلان هست، خوب مهران هوشیار هستش. بنابراین با توجه به این که مجله علمی هست، فکر میکنم راحت تر نسبت به یک مجله علمی پژوهشی الان
قبول داشته باشه مقاله، یعنی قبول کنه. این دو فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران گنجام، من خیلی دیدم مقاله در اینجا چاپ میشه، باز ببینید نما همه جاهایی که مقاله رو داره نمایه میکنه رو اینجا نشون داده. صفحه اصلی اطلاعات نشریه، این همون درباره نشریه است که گفتم، اهدافش، هیئت تحریریش، ببینیم هیئت تحریریه این مجله کیا هستن. بله، آیت الله که بسیار معروفه، محمد تقی آشوری، بله، رقیه بهزادی، پرهام سازیان، حسینی، مهدی حسینی، حسن خاتمی، ابوالقاسم دادور، کرمانی، عابد، منتظر و نیازی هستند. و اینجا هم راهنمای نویسندگان ارسال مقاله. باز اون مجله ای که آسان‌تر بگیره این قسمت رو بهتره، یعنی بعضی از مجلات شیوه نامه های خیلی طولانی ایجاد میکنن. همین الان هم اگر دقت میکردید بعضی از شیوه نامه ها کوتاه بود، بعضی ها و مختصر بود و بعضی ها توضیحات فراوانی داشت. هرچی اون مجله سهل‌تر بگیره در این زمینه، خب قاعدتا بهتره و راحت‌تر میشه مقاله رو براش تنظیم کرد و فرستاد. و آرشیو مجلات، فهرست موضوعی، من آخرین شماره رو اگر ببینیم، معمولا که همونطور که گفتم، یه مسئله دیگه هست، بعضی از مجلات برای داوری مقاله پول از شما میگیرن و بعضی ها هم نه، هیچ، به صورت مجانی مقاله رو داوری میکنن. اینم خودش یک مسئله است که میتونید در نظر بگیرید برای ارسال مقالتون. من مقاله رو هم باز کردم ببینم که خب اینجا الان این عنوانه، ببین این الان خوبه، وقتی که اینجوری میام روی این اسم و میبینیم انگار کلیک شده، یعنی انگار برچسب خورده، این خیلی خوبه، این خودش یک نوع ایندکسینگه، خودش یک نوع، اگر ببین الان این کلید واژه ها چیکار شده، ایندکس شده، اینا همو کمک میکنه به یافته شدن بهتر مقاله. مثلا اگر من روی یک نام یک نفر در اینجا کلیک کردم، قابلیت اینه داشت که کلیک بکنه، اینجوری میاد و مقالات دیگه ایشون رو هم پیدا میکنه و این خودش یک گزینه خیلی مهمی. اگر مجله روی ایندکسینگ، بحث برچسب زنی های صحیح، هم کلید واژه ها هم نام ها کار کرده باشه، باز کمک میکنه به رشد یک مقاله. این مجله دو فصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران نشر علمی. خب این ببینیم که سردبیرش افضل توزیع است، میکنم نام ایشون رو. نکته جالب اینه که به این دقت بکنید، در بسیاری از این مجلات نام های مشابه میبینید، حالا معانی متفاوتی هم میتونه داشته باشه. بانک ها و نمایه هایی که اینجا هم ISC، SID، مگیران گوگل و پایگاه نورمکس. خب در ایران خب همین ها هستن دیگه، یعنی مهمترین ها نورمکس و مگیران هستن. خب گوگل اسکالر هم اگر بکنه که چه بهتر، گوگل اسکالر همه یعنی رایگان و همه میتونن. و من پیشنهاد میکنم که حتما یک پروفایل گوگل اسکالر، کسایی که به صورت حرفه‌ای میخوان در این زمینه کار بکنن، حتما یک پروفایل گوگل اسکالر برای خودشون درست بکنن، کمک میکنه به بحث نمایه کردن، ایندکسینگ. الان این گوگل اسکالر هست، وقتی من بیام اینجا پروفایل من در اینجا قرار داره و همه اون مطالبی که نوشتم یا قسمت بسیار از اون مطالب اینجا هست، با کلیک کردن رو هر کدوم از اینا شما میتونید وارد این بشید. این خودش الان شد یک نمایه سازی، یعنی ببین. بعد اینجا بودیم، بله. خب دوباره اطلاعات نشریه درباره اهدافش مهمه، راهنمای نویسندگانش مهمه، ببینیم دوره، بله، پس آخرین شنبه موقع چیز شده، به موقع چاپ شده، یعنی الان هم آبان 99 هستیم، 1399 هستیم،
نگاه کنید اینجا، ببینید الان این گزینه ای که مجله قبلی داشت نداره، یعنی من الان بیام رو نام ایشان، یعنی جلال الدین سلطان کاشفی، اینجا دیگه کلیک نمیخوره، یعنی بنابراین نتونسته که نام نویسنده رو چکار کنه، ایندکس بکنه، فقط این ایندکس شده. الان من برم مثلا روی این که الان سه تا نویسنده هم داره این مجله، این مقاله اینجا، آها اینجا چرا نویسندگانش رو دیز کرده، نمایه کرده که این خودش خوب که، ولی من برم روی یه نفر از اینها میبینم که خب فقط همین یک مقاله رو داره، چرا ایندکس کرده بود، پس خوب بود. هنر اسلامی هم مجله فعالی هست، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی صاحب امتیازشه، شایسته فر، زرشناس، خزایی، زاویه، گودرزی، بله چند تا هم، بله خانم شیلا بلر، جاناتان بلوم. اگر اینا واقعی باشه خب خیلی خوبه، یعنی بعضن حالا ممکنه اینا واقعی، هیلن برند اگر واقعی باشه خیلی عالیه که خب یک مجله با جا با محققان خارجی اینجا. خب ببینید اینکه این مجله در بیس هم انگلیسی هم هست، اسلامیک هارت یک بخش انگلیسی خیلی قوی هم داره، و ببینید پایگاه ها، بانک ها و نمایه هاش هم همون دو آج هست، جی گیت هست، گوگل اسکالر، پابلونز، ریسرچ بیب، رود، مگیران، سیویلیکا. خب این جایی که پایگاه های نمایه‌سازیش هم بیشتر از بقیه است، که خب این خیلی گزینه خوبیه و کمک میکنه به این. بنابراین این الان نسبت به هنر اسلامی، نسبت به اون مجلات دیگه، حداقل از لحاظ پایگاه هایی که نمایه‌سازی میکنه، نمایه میکنه بهتر هست. آمارش هم در یک نگاه داده که تعداد شماره 16 تا، تعداد مقاله 164 تا، 375 تا نویسنده داشته تا به حال. درصد پذیرشش هم 22%. خب ببینید خیلی نظر میاد که علمی تر داره برخورد میکنه با موضوع، و حالا درباره نشریهش هم که اگر بخونی معلوم میکنه که هیته کاری این جورنال یا این مجله چی هست. بله این هم که شناسنامه نشری و اوپن اکسس هم هست. خب به نظر تا به حال این هنر اسلامی از لحاظ اون قسمت هایی که با هم دیگه مرور کردیم بهتر از بقیه کار کرده بود. چند تا سه تای دیگه هم که مونده رو با هم یک مرور بکنیم به سرعت. نشریه علم پژوهشی نام هنرهای تجسمی و کاربردی که ما دانشگاه هنر هست و اوپن اکسس و افشار مهاجر، آشوری، آژن، حاتم، حسینی، خداداد، خزای سامانیان، کاشفی، دادور و خیلی هم از لحاظ ظاهر شبیه نهای دیگه است. و آخرین شمارهش هم که 13 هم بوده 1399. بانک ها و نمایه هاش هم که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و جهاد دانشگاهی، نشه در حال بروز رسانی است. بله دوباره نگره فصلنامه خوبی هست که فعالم هست، من زیاد مقاله دیدم ازش. باز دوباره شیرازی، آیت اللهی، تقی‌پور، بخاری، حلیمی، حاتم، خزایی، شیرازی، طاووسی و ملا صالحی، و دقیقا همون بخش ها هست. این هم که قسمت هایی هست که این جدید بود، این قبلی ها نداشتن، این پایگاه نمای سازی رو نداشتن. خوبه. و اگر بریم به یکی از این مقالاتش سر بزنیم متوجه میشیم که آیا اینجا هم نمایش به خوبه. این آها کلید واژه هاش هم ببینید، من الان مثلا رو کلید واژه هنرهای سنتی بزنم ببینم چند تا مقاله دیگر با این کلید واژه، آها ببین این کمک میکنه به جستجوی من با کلید واژه هنرهای سنتی، مثلا 4 مقاله در این
مجله وجود داره که این خودش این دقیقا همون معنای ایندکسینگ هست. و این هم که آخرین مجله هم که نشریه هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، حیدری، آژن، بلخاری، حاتم، خزائی، دادور، رهبرنیا، زاویه، طاووسی، فدوی. و من به عمد این اسما رو خوندم که شما یادتون باشه که این اسمها ها در بسیاری از این مجلات تکراریه و پایگاه ها و نمایه ها. و خب این هم همه قسمت های اون که تا به حال صحبت کردیم رو داره.